سلام و درود خدمت شما همراهان گرامی رادیو مزراچه. با یه قسمت دیگه از سری اپیزودهای دیوان پروین اعتصامی در خدمت شما هستیم. امیدوارم این داستان چراغی رو توی ذهنتون روشن کنه. دیوان پروین اعتصامی، حکایت طوطی و شکر. روزی روزگاری بازرگانی یه طوطی زیبایی داشت که از دوستانش توی هندوستان خریده بود. بازرگان اینقدر دلبسته این طوطی شده بود که کسب و کارش رو کلن رها کرده بود و صبح تا شب کنار این طوطی می نشست. هرچی اطرافیان بهش می گفتن آقا جان پاشو به زندگیت برس، آخه این طوطی که واسه تو کاروبار نمیشه، گوش نمیداد که نمیداد. طوطی هم تو خونه هم دم و همراه مرد بازرگان شده بود و هم توی سفرها همراهیش میکرد. مرد بازرگان همیشه برای طوطی شکر میریخت. گاهی طوطی رو روی شونش میذاشت و گاهی هم روی سرش. همیشه و هر لحظه این طوطی کنار مرد بازرگان بود. یه شب مرد بازرگان کلی مهمون تو خونش بود. وقتی آخر شب شد و مهمونا هر کدوم رفتن خونه هاشون، مرد بازرگان موند و طوطی. رو کرد به طوطی و گفت ای طوطی عزیزم، خونه خیلی خلوت شد، فقط من موندم و تو. به نظرم شرط عقل نیست که هر دومون بخوابیم، بهتره یکیمون بیدار باشه و نگهبانی بده، مبادا که دزد به خونه بزنه. من یکم میخوابم و تو این فاصله تو مراقب باش که اگه دزد اومد منو سریع از خواب بیدار کنی. حواست باشه که مراقب همه جا باشی، چون درست در خونه بسته است ولی دیوارا کوتاهه و ممکنه دزد از روی دیوار بیاد بالا. طوطی قبول کرد که بیدار و مراقب باشه. مرد بازرگان هم با خیال راحت گرفت خوابید. خونه تاریک شده بود و هیچ جا دیده نمی شد که ناگهان یه دزدی آروم وارد خونه شد. مثل موشی که به انبار محصولات می زنه، این آقای دزد هر چیزی که سر راش دید رو برداشت، به جز کیسه شکر که اونو ندید. همه چیز رو برداشت و خیلی آهسته از خونه خارج شد. سر صبح شد و مرد بازرگان از خواب بیدار شد. دید خونش خالیه و هیچی تو خونه نیست. حتی فرش خونش رو هم دزد برده. خلاصه خشک و تر همه چیزو برداشته و برده. طوطی از خواب بیدار شد و رو کرد به مرد بازرگان و گفت ای خواجه صبحت بخیر باشه. مرد بازرگان با ناراحتی گفت بدبخت شدم، کار من از خیر و شر گذشت. تمام سود و سرمایم از دستم رفت. خونه مثل کف دست من خالی شده. ای طوطی، تو که بیدار بودی، بگو ببینم فرش ها و کیسه های طلا رو ندیدی کی برد؟ ندیدی کجا برد؟ طوطی جواب داد اونا رو نمیدونم، ولی میدونم که کیسه شکر سر جاشه. مرد بازرگان گفت طوطی دیشب کی اومد اینجا؟ چی با خودش برد؟ جواب بده ببینم. طوطی جواب داد یه مرد اومد اما خیلی زود رفت. من ندیدم دقیقاً چیا با خودش برد، فقط دیدم که کیسه شکر رو بر نداشت. مرد بازرگان دوباره ازش پرسید طوطی قشنگ فکر کن، بگو ببینم دزد کی بود؟ دیشب کی اینجا بود؟ سر جیب من هم رفت که کیسه های طلا رو برداره یا نه؟ طوطی جواب داد من خوب دقت کردم، دیدم حتی یه ذره هم از شکر بر نداشت. من کاملا مراقب بودم، مبادا که از گونی شکر ذره ای کم بشه. از این چیزایی که تو میپرسی من خبر ندارم. چیزی که به نظر من ارزشمند بود گونی شکر بود که اونو کاملا مراقبش بودم.
بله دوستان، ارزش‌های ما آدم‌ها در زندگی با هم متفاوته و اگه چیزی برای ما ارزشمنده یا ارزشه، قرار نیست که برای اطرافیانمون هم باشه و بسته به میزان ارزشمندی هر چیزی برای ما، طبیعیه که میزان مراقبت ما هم ازش فرق می‌کنه. گاهی وقتا یه چیزی توی زندگی اونقدر برای ما دارای اهمیته که حتی حاضریم جونمون رو براش فدا کنیم و همین میتونه برای یه شخص دیگه‌ای کاملاً بی اهمیت باشه. مثل همین حکایت توتی و شکر که شکر برای توتی اهمیت داشت و نه طلا و جواهرات و لوازم خونه. اما ما باید حواسمون رو جمع کنیم که به هر چیزی به اندازه خودش ارزش و بها بدیم. در ادامه براتون شعر توتی و شکر رو از دیوان خانم پروین اعتصامی میخونم. اگه تا اینجا از شنیدن داستان لذت بردین، ممنون میشم ما رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید و برای دلگرمی و انگیزه ما کانال رو به دوستان خودتون معرفی کنید. تاجری در کشور هندوستان توتی زیبا خرید از دوستان. خواجه شد در دام مهرش پای بند، دل ز کسب و کار خود یک باره کند. در کنار او نشستی صبح و شام، نه نصیحت گوش کردی نه پیام. تا شدن توتی برای سودگر، هم رفیق خانه هم یار سفر. هر زمانش زیر پا شکر فشان، گاه بر دوش و گهی بر سر نشان. بس خالی شد شبی از این و آن، خانه ماند و توتی و بازارگان. گفت سوداگر به توتی که عزیز، خواب از من برده ادراک و تمیز. چون که امشب خانه از مردم تهیست، خفتن ما هر دو شرط عقل نیست. نوبت کار است، اهل کار باش، من چو خفتم ساعتی بیدار باش. دخمه بسیار است این ویرانه را، پاسبانی کن یک امشب خانه را. چون نگهبانان به هر سو کن نظر، بام کوتاه است گر بسته است در. توتیک پر کرد زان گفتار گوش، شد سراپا از برای کار هوش. سودگر خفت و ز شب پاسی گذشت، هم قفس هم خانه قیرندود گشت. برفکند از گوشه ای دزدی کمند، شد به زیر آهسته از بام بلند. موش در انبار شد دهقان کجاست، بیم طوفان است کشتیبان کجاست. هرچه دید و یافت چون ارزش چی، غیر انبان شکر که آن را ندید. کرد همیان ها توهی آن جیب بر، زان که جیب خیش را میخواست پر. دوز بار خیش بست و شد روان، خانه خالی بماند و پاسبان. صبحدم برخاست بازرگان ز خواب، حجره ها را دید بی فرش و خراب. خواست که از همسایه گیرد کوزه‌ای، گشت یک ساعت برای موزه‌ای. کرد از انبار و از مخزن گذر، نه اثر از خشک دید و نه ز تر. چشم توتی چون به بازرگان فتاد، بانگ زد که ای خواجه صبحت خیر باد. گفت آب این غرقه را از سر گذشت، کار من دیگر ز خیر و شر گذشت. سودم آخر دود شد سرمایه خاک، خانه مانند کف دست است پاک. فرش ها کو کیسه های زر کجاست، گفت خاموش کیسه شکر بجاست. گفت دیشب در سرای ما که بود، گفت شخصی آمدم ما رفت زود. گفت دستار مرا بر سر نداشت، گفت من دیدم که شکر بر نداشت. گفت مهر و بدره از جیبم که برد، گفت کسی یک ذره زین شکر نخورد. زان چه گفتی نکته ها آموختم، چشم روشن بین به هر سو دوختم. هر کجا کردم نگاه از پیش و پس، کاوله این انبان شکر بود و بس.
پیش ما ای خواجه شکر پربهاست، تا چه چیز ارزنده در نزد شماست.